سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قرار روی موضوع خیلی مهم، یعنی منحنی ها یا همون نمودار رو به قول بعضیا صحبت بکنیم. خیلی سوال پرسیده بودن که دقیقا کاربردشون چیه، چون توی اکثر آموزش ما ازشون استفاده میکنیم. خواستم این ویدیو بگیرم و کامل توضیح بدم که چجوری ازشون استفاده باید کرد و کاربردشون چیه، اینکه نمودار تنظیم بکنیم یا نکنیم چه فرقی میکنه و اینا رو همه رو تو این ویدیو بهتون توضیح میدم. در کل اول میرین سراغ این که نمودار یا همون منحنی چیه و به چه دردی میخوره. با استفاده از منحنی هایی که توی برنامه لایت موشن هست، ما میتونیم سرعت نوسان تغییر کی فریم ها رو تنظیم بکنیم. من دونه دونه الان همه اینا رو توضیح میدم، نیازی نیست گیج بشید. خب سرعت که خب کلاس فیزیک و اینا نیست من بخوام سرعت توضیح بدم، ولی نوسان یعنی کم و زیاد شدن. خب یه جا کم یه جا سرعت باید کم بشه، یه جا باید زیاد بشه. خب کی فریم ها چیه؟ کی فریم ها بذارید بیایید توی برنامه که اینجا بهتون دقیقا نشون بدم کی فریم یعنی چی. ببینید کی فریم، خب فریم، خود فریم یعنی یه تیکه از یه فیلم. مثلا شنیدید میگن سرعت فیلم برداری یه گوشی یا یه دوربین مثلا 60 فریم بر ثانیه است، یعنی در ثانیه 60 تا عکس میگیره، میچسبونه به هم، تبدیل میکنه به فیلم. خب چون در اصل فیلم از عکس تشکیل شده. خب وقتی میگه کی فریم یعنی یه دونه میخ، یه دونه مثلا کلید، یه دونه فرض کنید مثلا پونس چسبوندین روی یکی از اون عکس ها، یکی از اون عکس ها رو شما جوری بنچمارک زدید روش. خب من اینجا مثلا روی حالت کی فریم مکان، ببینید من روی حالت مومنت ترانسفورم میتونم این دایره رو تکون بدم، درسته؟ من دایره رو میذارم مثلا اینجا، بذارم کوچیکترش میکنم. خب دایرمون رو میذارم اینجا و یه کی فریم اضافه میکنم. خب اینجا با استفاده از این دکمه یه کی فریم استفاده میکنم، یه جورایی یه میخ میزنم روی این فریم ریتی که اینجا هست. خب و این کی فریم رو مثلا میذارم اول دایرم. خب میام یه کی فریم دیگه اینجا اضافه میکنم و این یکی کی فریم رو میبرم میذارم اینجا. خب به این صورت و ما بین این دوتا کی فریم، یعنی بین این دوتا کی فریمی که درست کردیم، باید این دایره ما از اینجا بیاد بره کجا؟ اینجا، درسته؟ خب خیلی ساده است، کاربرد کی فریم اینه. حالا این که با چه سرعتی انتقال پیدا کنه بره این ور، نظر مستقیمش کنم، آره با چه سرعتی بره این ور رو شما با منحنی ها تو چیز میکنید، تنظیم میکنید. جلو توجه کنید، حالا که فهمیدید کی فریم ها چیه، سرعت عبور مثلا این دایره رو که بین این دوتا کی فریمه با استفاده از این منحنی که اینجاست ما تنظیم میکنیم. و توجه کنید اینجا یه پنل حدوداً مثلا چند سانتی این پایین داریم که دوتا نقطه هست و یه خط هم وسطشونه. خب و با استفاده از این دوتا نقطه ما منحنی که وسط این دوتا نقطه هست رو میتونیم تنظیم بکنیم. اگر که ما نقطه اول رو، یعنی به سمت چپ که باشه اول کار باشه، ببریم بالاتر، خب سرعت این عبور کی فریممون، عبور این دایرهمون نسبت به اون طرف بیشتر میشه. توجه کنید مثلا این حالت عادیه، خب که با این سرعت میره، درسته؟ من پخشش بکنم که شما کامل ببینید، با این سرعت رفت، درسته؟ خب حالا اگر که ما منحنی رو اینجوری بیاریم بذاریم مثلا اینجا، خب همونطور که میبینید با سرعت بیشتری اول کاری هم میره و بعدش دیگه آرومتر میشه، چون اونورمون منحنی اونوریمون بالاتر از این نیست. خب و ما اگر که مثلا نقطه اینوری رو بیاریم پایینتر، اون سرعت اونوری باز کمتر میشه. هر چقدر پایینتر باشه سرعت کمتر، هر چقدر بره بالاتر بیشتر میشه. توجه کنید اینجا رو، اولش سرعتش بالاست یهو میره، بعدش دیگه آروم میشه، آروم آروم تا دوباره اینجا، توجه کنید وقتی اینجا باشه دوباره تا اینجا سرعت عادی و نرمال داره میره، بعد یهو دوباره شیب میگیره و تندتر میشه حرکت دایرمون. خب حالا این که مثلا چه کاربردی داره، خب ما یه جایی مثلا یه متنی یه چیزی میخوایم سرعت بیشتری باشه یا نظم خاصی داشته باشه توی حرکت اون آبجکتمون، خب با استفاده از این منحنی من بهتون نشون دادم که چه کاربردی داره، فقط خیلیاتون گیج شده بودید که چجوری کار میکنه.
و البته یه سری قالب آماده هم خود برنامه اینجا به ما داده که مثلا نخواد خودمون دست تنظیم کنیم. مثلا این قالب واسه اینه که اولش سرعت آرومی داشته باشه، کم کم که جلوتر میره سرعت حرکت آبجکتمون میره بالا. خب این یکی دوباره برعکسمونه دقیقاً، یعنی اولش یه سرعت بالایی داره تا آخرش، درسته؟ و این یکی هم خب کم و زیاد داره. اولش رو ببینید، اول و آخرش کلن یه سرعت دارن. خب ولی شما مثلا اگر این رو یه ذره ببری جلوتر، این رو مثلا بیاری اینجا، اولش آرومه، بعد یهو یه تیکه میره تا آخر و وای میسه. خب اینا منحنی هایی که باید به تدریج مثلا شما با کار کردن یاد بگیری چه کار بردی دارن. مثلا آخرش رو اینجوری بیاری، یه منحنی پرسرعتی که همون اول کار تا آخر داستان یهو میره. خب که من توی آموزش‌های مختلف این که چه نموداری واسه چه کاری خوبه رو کاملا نشون دادم. و خب منحنی باز انواع مختلفی هم دارم، مثلا به جز اینی که ما الان روش کار کردیم دو تا نوع مختلف دیگه هم دارن که اینا واسه تکرار شدن اون حرکته، که اینا اگه بخوایم توضیحشون بدیم یه ذره مثلا چیزی نیست که زیاد به درد مثلا عامیانه کارهای ما بخوره، ولی بازم کاربرد داره، کاربردش هم خیلی حرفه‌ایه. ولی اگه بخواید میتونم توی ویدیوی دیگه جداگانه در موردشون توضیح بدم، چون بخوام در مورد اینا توضیح بدم خیلی طولانی تر میشه. و همین، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدی، امیدوارم به دردت خورده باشه، ازش چیزای زیادی یاد گرفته باشی. و اگه میخوای همچین آموزش‌های بیشتر ببینی یا بیشتر یاد بگیری در مورد برنامه لایت موشن یا دیگر برنامه، حتما توی کانال من سابسکرایب کن، یه سر به کانالم بزن، ویدیو رو لایک کن و سوال یا درخواست نظری داشتی توی کامنت حتما برام بنویس. فعلا تا آموزش بعدی، خداحافظ.